مولا علیز برادر اه... که بنگ میزنه تو این فضا میره این ویدیوی ای در اومد که آقا درگیر شده با یه شخصیت به نام پتکین آزرمیر که مدیر سیاسی رسانه منوتو بود و اینا درگیر شدن و پتکین آزرمیر گرفته اینو به شدت کتک زده این هم داره خودشو پاره میکنه دهن رو نگاه کن چه جوری باز کرده به من مگس نره توش البته خیال راحت باشه لندن چون یه خود هواخونه که مگس نداره مگس هم اونجا زندگی نمیکنه به این شکل و این داره همیشه داد و یه هوچیگر یه خیلی سنگینی کرد این آقای چپگرایی که گوشی آیفون داره و یک فضای عجیبی واقعا درست شد بعدم گو آی من زدن چیز کردن ترتیبمو دادن جلو عقبم رو اینا دیگه بالاخره یه حرفای اینجوری زد که پاره کردن و کارش رسید به آمبولانس مد ویدیو های تیکه تیکه در اومد و ویدیوهایی که در اومد من دیدم واقعا لازم علازه خیلی مسته اولا ویدیو رو داشته باشیم که ویدیوهای اولی که در اومد چیا بود اینا ویدیو اولی که بود در اومد نه چجوری چه داره داد و بیداد میکنه من اینجا پتکین گرفتم خب این صحنه هایی بود که ما دیدیم و بعدش این آدم گفت من خیلی اینم پتکین آذرمیره که دستگیر شده بود خب اینم پتکین آذرمهره و اینم در حقیقت بعدش که کارش به بیمارستان رسید این بیمارستانشه که چیز شد یعنی آمبولانس اومدن خوبی کن... ببین خود زن... من فیلم تو کامل دارم چرا اینجوری میکنی؟ نیا نج... ببین خب من این زد که آقا من قش کردم ضعف کردم اینا این یعنی کل مجموعه بود تا اینکه 24 ساعت بعد فیلم واقعی در اومد و من دیدم که آقا کل داستانه Azao. از روز اول تا به امروز مظلوم نمایایی که در غزه کل داستان غزه بازی کل داستان فلسطین بازی اینکه ما میگفتیم آقا تحت تاثیر قرار بعد متاتونه بعضی از دوستان ما تحت تاثیر چیزی قرار تو این الافی خود الافی هم میشه تو این اسپیس این خود تحت تاثیر قرار گرفته بودن تو این اسپیس های توییتر و اینا به ما حتی حمله کردن آ یومی دانا داره از اسرائیل دفاع میکنه گفتم آقا مثل دفاع و غیره نیست یک سری واقعیت ها وجود داره ما اون واقعیت ها رو داریم شناسایی کردیم و بررسی میکنیم و اجازه بدید که اون واقعیت های این بود ویدیویی که واقعا چه اتفاقی افتاده رو به نظر من بارها بر این صحنه رو دید که چه اتفاقی افتاد و علیزاده که داد میزنه آمبولانس میاد همین این اتفاقاتی که بعد البته یه هفته بعدش هم دیدیم دیگه پیروان اندیشه آقای علیزاده و کسانی که تو این داستان هستن چجوری به زن تنها تعرض کردن زن تنها رو واقعی کتک زدن اما پتکین آزرمیر و علیزاده اینجا چه اتفاقی براشون افتاد یه بار نگاه کنیم <applause> خب صحنه اینجا بود همین یه صحنه و علی علیزاده است که اول تاچ میکنه تاچ کردن لمس میکنه شما حق نداری به خصوص تو آمریکا کانادا که قانون شما حق نداری تاچ کنی علی علیزاده اول تاچ میکنه پوتکین هم قوانین رو میدونه چون علیزاده اول تاچ کرد پتکین دستش رو فقط میکشه نمیزنه صحنه و بعدش علیزاده منتظر این صحنه بود من این صحنه رو اصلا آرومش کنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته اینجا اینجا علی زاده است دستش آورد بذار من بیارم ویدیو رو آها علیزاده دستش آورد علی زاده دستش رو گرفت خودکین حتما قوانین رو میدونه و خیلی راحت میشه ثابت کرد علیزاده اول تاچ کرده حتی این کاری هم که علیزاده کرده نمیخوام بگم جرمه ولی بعد اون بازی که در میاره و چون اموال در حقیقت دولتی رو برای یک دروغ و امیال در حقیقت سیاسی خودش اشغال میکنه جرمه یعنی حتی اینجا که علیزاده دست پوتکین رو میگیره پوتکین هم دست اون رو میزنه ای کنار این به صرفه جرم نیست چون علیزاده هم نزده اما اینجا که علیزاده میگم بهش تمارز میکنه اینجا که تمارز میکنه و به وسایل دولتی مثل آمبولانس مثل پلیس اینها رو فریب میده به مثل یه بازی فوتبال دیگه تو بازی فوتبال اگر شما داور گل بزنی کارت زرد و قرمز میگیری ولی اگه داور گل بزنی داور نفهمه بعد از بازی اگر فدراسیون فوتبال و اینا جلسه بزنن بدونن شما واقعا از قصدی داور گل زدی اولا داور امتیازش کم میشه که گل خورده اون یه بحث جداییه ولی شما محکومیت سنگینی به دست میاری جریمه میشی یا چند بازی محرومت میکنن کار علیزاده جرمه چون دست میزنه به چیز آقای پتکی نازرمه دستش گرفت نگاه کنید اینجا دستش رو گرفت این شروع کرد دست رو میگیره دست رو میگیره دست گرفت دست رو گرفت بعد وقتی که دست پوتکین رو میگیره اینجوری پتکین دست علیزاده رو میزنه کنار اونم دستش رو میزنه کنار فقط نمیزنه فقط دستش رو میگه دست من نگیر دستش رو میزنه کنار میگه دست رو بکش کنار و اینجا علیزاده است نگاه کنید آماده این بازیه ببینید من مسئله که حالا این بخواه جریان شیعه یرا خوشش میاد از این فضای نمایش این شما کل داستان آشورا اینا خب حسین بود کر میریخ بر یزید تمام اینا رو خب بله شیعه رو ما الان نمیتونیم بهش بگیم آقا نگاه کن این دروغگوها خب شیعه خودش بر پایه دروغ است اون بر دروغ است و میگه آقا من مشکل ندارم علی زرد دروغ میگه دمش کم داره کلا نگاه من شیعه اینه که ما علی بقیه میتونیم دروغ ببندیم اما بقیه نبر علی ما دروغ ببندن نگاه ما شیعه اینه که ما میتونیم هم ما میتونیم زن و بچه رو کتک بزنیم ولی بقیه حق ندارن ببخشید مردان ما رو حتی بزنن در سطح آرمان علی وردی و روح الله جریان شیعه جریانی که مال من, مال من مال من مال تو هم مال منه جریان شیعه که بر یک منطق انسانی نرمال که نیست که ما باش بشینیم گفتگو نرمال کنیم اما اگه احیانا بدنه غیر از جریان شیه چون جریان شیه آگاهانه داره سیبه اون چون تو جپه سیاهی است دیگه جمعی معنی نمیگه علیزاده توسط علی زاده میدونه داره چیکار میکنه میگه من تو جپه سیاهی هم. من قرار دروغ بگم ببین این صحنه ای که ما از علی زاده دیدیم در تمام تفاصیل سیاسیش میبینی در تمام تحلیل های سیاسیش این کار کاملا بی اخلاقی رو داره انجام میره در حال یه زمانی حتی هم یه کار بی اخلاقی میکنه هدفان هم باید نگاه کنید اینا هدفشون یک ایدئولوژی سیاه مهمی دارن در راستای چپگرایی و در راستای اسلامگرایی و دست مجازشون میکنه این هدف کثیف که دست به هر دروغی بزنن فارق از این که کار علی علیزاده جرم است نه بابت این که اینجا داره این کار میکنه بابت این که بعد آمبولانس مملکت رو در اختیار میگیره و این اگه ثابت بشه که آقا تو هیچ اتفاقی نیفتاده و آمبولانس مملکت و پلیس مملکت رو از اک سو استفاده کردی برای امیال سیاسی خودت یقش میکنم خودش هم میدونه کارش جرمه برای همین نکشوندش تو رسانه این خیلی نکته به شما یادتون باشه هر اتفاقی برای من میافتاد من یه زمانی توی سوئد خب از این دعواها زیاد داشتیم دعوای من خیلی اورجینال بود یارو اومد چنگ انداخت رو گلوی من و درگیر شدیم کارم به پزشک قانونی رسید و من میومدم اینا رو رسانه‌ای اگه دقت کنی علی علیزاده رسانه‌ایش نمیکنه. چون میدونه دقیقا چی کار کرده بیشتر از این نمیخواد رسانیش کنه یه بحثی که حالا فارغ از اینکه جرم کرده اینا برای من مهم نیست حالا جرمش نکته ای که برای من نقطه عطفه برای کسانی که اگه یک درصد گول فلسطین و گول غزه رو خوردن کل داستان غزه تو هفت ماه گذشته و تو کل هفتاد سال گذشته رو میتونی تو همین چند ثانیه ببینی کل داستان غزه همین کل داستان کل داستان هفتاد سال همینه و این جماعت اینقدر بیشرافتن هفتاد سال جنگ غزه رو جنگ فلسطین رو شما میتونید تو چند ثانیه ببینید یه زمانه یه اتفاقاتیه شما هر چقدر توضیح بدی تاریخ فایده نداره من از علی علی واقعا سفاس گذارم یعنی این صحنه که باید نگرش داشت یعنی هر جا که اینا خواستن داستان رو برای ما جور دیگه تعریف کنن همین ویدیو نشانگر خیلی از مسائله من فقط یه نکته ای رو بگم که این جریان همیشه یعنی سو استفاده از بچه هم خیلی نکته جالبیه بچه خودش رو میاره سپر قرار میده بچه جلو خودش قرار گرفته که اگر کسی هم حالا خواست بشه فوشی بده یا درگیری بشه یا چی بشه پشت بچه قایم شه. ببین چقدر در تضاد با من من مثلا وقتی که احساس کردم فعالیت های سی اس یه مقدار خطرناک تر بشه در استوکل و در کانادا یه خود دو تا چهار تا کردم البته بگم خدا شاهده من برای این اومدم در جزایر قناری یکی آب و هوا و یکی غذای ارگانیک و یکی اینکه با پول کم کیفیت بالای زندگی رو میتونی به دست بیاری یعنی هدف من این بود یعنی واقعا اگر کانادا و استوکلم ارزشش رو داشت من برای حفاظت از خودم و خانوادهم بادیگارد میگرفتم و توانایی مالیش هم داشتم و حتی دو تا سه تا از دوستان در خود استوکلم گفته بودن آقا ما بیکاریم اگر تو یه حقوقی در ما 600 700 یورو هم به ما بدی ما میایم برای تو مثلا چیز میکنیم در حقیقت بادیگاردت میشیم و البته شرکت هایی هم هستن یه مقدار گرانتر میگیرن ولی با 600 700 یورو میتونستم راحت بادیگارد بگیرم اما من دلیلی هم به خاطر غذای ارگانیک و آب و هوای سالم و با پول کم کیفیت بالای زندگی رو به دست آوردن اومدم قناری اما وقتی که خود احساس کردم مسائل میتونه خطرناک باشه به خاطر حالا اینکه یک فعالیت سیاسی میکنم حساسیت برانگیزه یعنی شما یه ایرانی رو میبینی توی مثلا خیابون لانزل ونکوور 95 درصد خدا شاهد منو میدیدن آی دانا بیا با هم عکس بگیریم ولی 5 درصد به خون ما تشنه بودن یا اگه شاید بیشترم به خونه ما تشنه بودن در دست کم جلا نمیمدن ولی اینکه شما بدونی آقا شاید یه بار ببین شما یکی یه دشمن باشه بخواد بیاد جلو خب خطرناک میشه من به خاطر حفظ بچم بچم آوردم جزیره قناری دور از دسترس همه و این آدم به خاطر کار سیاسیش دقیقا به مانند فلسطین بچهش رو میبره جلو دقیقا شما نکنه اسرائیل بچه هاشو داره میبره کجا تو پناهگاه فلسطین چیکار کرد بچه‌هاشو غزه چیکار کرد بچه‌هاشو حماس چیکار کرد بچه‌هاشو میاره سپر بلا ایشون بچه رو سپر بلا قرار میده این تو میدونی توی این تظاهرات ببین آیا علیزاده تو میدونی یه چهره یه حساسیت برانگیزی هستی منم چهره حساسیت برانگیزی هستم چهره های حساسی... نگاه میکنم پارسا جان چهره های حساسیت برانگیز بچه خودشونو نباید تو شلوغی ببرن و تو میبری چرا چون بچه در نگاه چپگرایی و در نگاه اسلامگرایی وسیله است شما بوی از انسانیه شما با, با المانهای انسانی بسیار فاصله دارید تمام این مسائلی که من داشتم نگاه میکردم الان چه خبره طب... بله طبق قانون ارائه اطلاعات نادرست به پلیس جرم است ژانویه این الان اطلاعات نادرست هم داده به پلیس علی علیزاده این هم الان در آورد پارسا مال خود انگلیس بله میدونم چون من اینجا بارها داستان ها داشتیم و اینا و اینا نکات بسیار مهمیه ببین شما اینجا ارائه اطلاعات نادرست جرمه اینجا زده شما خیلی راحت با یه سرچ ساده میتونی در بیاری و اینا پتکین آذرمهر میدونه چون ایشون اطلاعات نادرست داره میگیره و سوء استفاده از اموال دولتی برای امیال سیاسی سی هم جرمه و همه سالها داریم در اروپا و کاری که علی علیزاده کردید جرم مصداق مست... وارد جرمه ولی موضوع من نیست موضوع من اینه که این جماعت سوء استفاده از کودکان و هوچیگری کل داستانشونه و ما جنگ غزه رو اگه بعضی تحت تاثیر کودکان غزه و اینا قرار گرفتید واقعیت چیزی بود که الان دیدی واقعیت اینه که علی علیزاده دست پتکین رو میگیره و بعد شلوغ میکنه کاری که حماس کرده کاری که جریان فلسطین هفتاد سال پیش کردن و من نمیخوام الان اینجا جنگ اسرائیل دوباره کامل باز کنم اه ما اه در زمان اشغال در حقیقت منطقی که امروز به اشغال اینا میخوام فلسطین بعد از فروپاشی عثمانی 27 سال اونجا دست انگلیس بود و انگلیسی ها یک بار عرب ها بهشون یک تیر شلیک نکردن ما هیچ وقت کشوری به اسم فلسطین نداشتیم البته هیچ وقت کشوری هم به اسم اسرائیل نداشتیم از یه این بود انگلیس بعد از 27 سال به حالا دلایل خیلی بیشماری داره یک بخشش هم بله دعوایی بین یهودی ها و عرب ها بود برای همین انگلیس زیر نظر سازمان ملل اومد مگه آقا بخشی از این خاک مال فلسطین اینا بیان یه کشوری درست کنن به اسم فلسطین که تا الان کشور نبودن یه بخشی هم برای یهودی ها بیان یه کشور یهودی بسازن که تا الان کشور نبودن و سازمان ملل اومد آقا اینجا که الان خاک لندنه خاک انگلیسه انگلیس تصمیم گرفته از اینجا بره بیرون دو تا کشور درست کنه یه کشور فلسطین یه کشور اسرائیل تموم شد اسرائیل گفت اوکی من قبولم اینا آقاین فلسطینی که حتی ما کشوری به اسم فلسطینی نداریم من نمیدونم اصلا ما ملتی به اسم فلسطین میتونیم بشناسیم یا نه اینا مردم میان که اونجا بهشون مردم کرانه باختری میگفتن و اقوام مختلفی هستن حالا نمیدونم واژه ملت گفتن برای چیزی به اسم فلسطین که تا الان وجود خارجی نداشته درسته یا غلطه من اینا یه دفعه گفتن آقا ما خاکمون ها این یهودی خاکمون ها اصلا آقا این خاک شما در دوران بیزانس در دوران عثمانی در دوران انگلیس هیچ وقت شما کشور نوی صداتون هم در نیمد چی شد یه دفعه صداتون در اومد دعوا دعوای قرآنی است چون گفت یهودی ها کشور بزنن اینا رگ گردن مسائل کثیف اسلامیشون در حقیقت کلوف شد ببین من هیچ قرابتی با جریان اسرائیل و یهودیا ندارم. هیچ دوست یهودی ندارم ولی واقعیت چیزیه که داری میبینی واقعی به من پتکین آزرمر پتکین آزرمر فرد بسیار بیادب و واجه های زشت زننده جنسی بارها اومده به صورت علنی تویت زده علیه من از واجه های رکیک زشت زننده علیه من استفاده کرده پتکین آزرمر من نمیتونم دوست پتکین آزرمر باشم پتکین آزرمه جز کسانیه که ده جام نشسته گفته امید رو ببینم و رو میشکنم که حتی پشم صورتم هم نمیتونه بخوره ولی واقعیت اینه که من نمیتونم طرفدار پتکین آزرمیر باشم واقعیت ولی اینجا اینه که پتکین قوانین رو میدونه چون انگلیسیش هم از فارسیش قوی تره و میدونه که باید چی کار بکنه و واقعا پتکین اونجا جرمی انجام نداده کاری که علی علیزاده میکنه من اینجا طرف هیچ کدومشون نیستم ولی من دارم یه واقعیت بزرگتر یا میگم میگم علیزاده نماد فلسطین اینجا نماد غزه است و این جریان همیشه کرم میزه من طرفدار اسرائیل نیستم به مانند پتکین آذرمه ولی دارم میگم واقعیت اینه که کرم از اون طرفه این درگیریایی که تو داری میبینی کرم از فلسطینه وقتی که سازمان ملل گفت دو تا کشور فلان اینا یک دفعه اولین تیر فلس... کشوری به نداشته ای مردمی که نمیدونم میشه بهشون گفت فلسطین یا نه به هر حال عرب های ساکن در کرانه باختری که به خودشون فلسطینی میگن اینها اولین رو زدن اینجا هم اولین کسی که تاچ میکنه آقای علی علیزاده است و رفتار زنندهش رو شما نگاه کنید این این مسائل اینه که حالا دوست داره اگر حالا من مطمئنم فقط یه تعداد مذهبی که دوست دارن دروغ بشنون میرن و این آدم هم خیلی علنی گفته گفته ما باید روایت سازی کنیم سر هواپیمای اوکراین میگه آقا ما باید دروغ میگفتیم و خیلی ر... ریلکس هم میگه میگه من هیچ تعهدی به حقایق ندارم یه چیزی به اسم رال پلیتیک برای خودش در میاره که تو رال پلیتیک واقعیت داره ولی به بهانه رال پلیتیک میاد اینو پوشش قرار میده که کل دروغ ها و کل روایت سازی ها کل دافان سرایی های خودشو زیل اون واژه رال پلوتیک در حقیقت چیکار کنه لاپوشونی کنه این آدم معمور مستقیم برای خودش یعنی کلا جریان فکری اینا در حقیقت معمور مستقیم ضد اطلاعات هستن علیزاده کارش هیچ وقت تحلیل نبوده علیزاده صفر تا صد تمامی چیزهایی که داره ارائه میده در همه بر... نه تنها علی علیزاده کلا جریانات اسلامی کلا حماس. حماس دیشب اومده میگه آقا ما چند تا سرباز اسرائیلی رو گرفتیم اسلحه‌ای که داره ارائه میده اسلحه آمریکایی است که اصلا توسط اسرائیلیا اون اسلحه استفاده نمیشه و همین اسلحه رو پیگیری کردن بچههایی که کار فنی میکنن میگن این اسلحه سازمانی بعضا پلیسای مصره احتمالا رفتی پلیس مصر رو گرفتی به اسم مثلا حالا اسرائیل میخوای در بیاری بعد هیچی هم ارائه نمیده یه سربازی رو داره میکشه رو زمین که حتی لباس سربازی اسرائیل هم بر تن نداره و یک دروغی رو بیان میکنه و در کنار این دروغ دیشب یک جنگ روانی را میندازن در لبنان و در کرانه باختری و اینا برای به اسارت گرفتن خیالی سه سرباز اسرائیلی جشن و پایکوبی میکنن کار اینا صرفا ارائه ضد اطلاعاته یعنی شما جمهوری اسلامی چجوری بعد از اتفاق آقای رئیسی ارائه ضد اطلاعات داد یه بار اومد آقا اینا زمینی رفتن یه بار اومد هیچ اتفاقی نیفتاده یه بار اومد آقا ما اصلا با همشون تلفن صحبت کردیم هی hey, ارائه ضد اطلاعات بنابراین کسی که ضد اطلاعات میده نه استاد نه سوادی داره این آگاهانه فقط یاد گرفته ضد اطلاعات بده الان علی علیزاده چه اطلاعاتی داره گو پوتکین آذرمیر منو کتک زده این ضد زد اطلاعاته این اطلاعات نیست این ویدیویی که من دارم ارائه میدم اطلاعات واقعیه این هوچیگری هی هی گفتنش دقیقا همون کاری که حماس میکنه پارسا هر روز داره آمار حماس رو میگیره دیگه روزی ده تا بیانیه میدن جامعه جهانی چرا جلوی اسرائیل رو نمیگیره جامعه جهانی چرا نمیگه اسرائیل از غزه بره بیرون مگه روزی که خواستی عملیات تروریستی هفتم اکتبر رو بکنی از جامعه جهانی مشورتی گرفتی مگه اون رو جامعه جهانی مد نظرت بود نمیشه بری عملیات تروریستی کنی بعد مثل موش کثیف بلنشی بری در تونل ها پنهان بشی بعد بگی جامعه جهانی بیایی بنا مثلا نجات بدی موزیگری جری که نمیتونی باشه که بری کرم بری جری کدومشون بود گربه بود یا موشه بود یادم رفت تام و جری بری کرم بریزی بعد گربه که میاد مثلا یقتو بگیره بری پشت سگه قایم بشی این که کار شما ها همیشه تاریختون مشخصه مسائلتون مشخصه و اینجا به نظر من از جنبه نمادسازی این ویدیو خیلی بعد در خیلی از برنامه من نگرش میدارم هر جا بخوام یه چیزی رو ثابت کنم این ویدیو بهترین به نظر من ارائه یک دیت های دقیقیه جری موشه بود بله تام دوم درست گفتم همیشه می رفت کر می رو تام تام که میخواست خواست اینو سرویس کنه می رفت پشت سگه قایم می جن. این کارها دیگه خیلی چیزه چیپه بذارید من این بخش رو ببندم به هر حال به نظر من این چند ثانیهی ای که ویدیو واقعی که در اومد کل داستانه و اونجا میدونی رفت کنار آمبولانس وایساد اینو مثلا شما میتونید شبیه سازی کنید با اون فیلم هایی که بچهای غزه در میاد فیلم میگیرن ترمو ریختی رو استای ریختی بعد پشت بچه ها قایم شدی بعد فیلم میگیری از بچه های غزه که حالا مثلا تیر خوردن چیزی خوردن اینم بلند میشه و ت... تمارز میکنی اینم بلند شده بود رفته بود کنار آمبولانس به نظر من کل چکیده ای از هفتاد سال جنگ غزه جنگ فلسطین با اسرائیل و ما در همین چند ثانیه خلاصه شده تونستیم ببینیم من همین سپاسگزاری میکنم از علیزاده که به این شکل خیلی نافرم واقعیت و ماهیت جریان حامی جمهوری اسلامی و حامی فلسطین رو نشون داد و فلسطین بازی در یک کلام بود غزه بازی در یک کلام بود و اینکه به ما میگن شماها چرا نمیاید دفاع کنید از حماس و غزه برای که ما تحت تاثیر پروپاگاندا و ضد اطلاعات شما قرار نمیگیریم و اونایی که قرار گرفتن خوشا به حال شما که تونستید یه در گول بزنید تحت تاثیر فلسطین بازیتون قرار بگیرید ولی خبر بعد اینه که اکثریت ملت ایران هوشیار شدن در این موارد دست کم در این موارد دست کم هوشیارن و تحت تاثیر پروپاگاندا بازی تو قرار نمیگن این ویدیو رو امیدوارم لوله کنیم بکنیم تو ماتت آقای بیژن عبدالکریمی که خودش داره پاره میکنه من جامعه روشنفکری نمیدونم چرا دفاع نمیکنه از فلسطین عزیز دلم یه خود دیگه کمتر بخوردی آقای بیژن عبدالکریمی هی میخوایم احترامت رو حفظ کنیم ولی تو ول سطح دیگه واقعا چرت و پرتات دیگه داره رو مخ آدم میره جامعه ایرانی کنار فلسطین قرار نمیگیره چون شماها تمارزید چون شماها ضد اطلاعاتید ولی چی ما باید تحت تاثیر پروپاگاندا و ضد اطلاعات شما قرار بگیریم همون یک کوچولویی هم که به خاطر ارق وطن پرستیمون دوست داشتیم شما ها واقعا در حوزه نظامی دستاوردی داشته باشید که همون هم شما پروپاگاندا کردید همون هم ضد اطلاعات دادید تونستید فقط از عواطف ملی ما یه مقدار استفاده کنید و ما بله من به عنوان ایران پرست آرزوم اینه که ایران قوی باشه آرزوم اینه که ایران قدرت نظامی داشته باشه دوست داشتم که اون روایت رو بپذیرم ولی بسته دیگه دیگه یه جا به بعد دیگه آدم میگه آقا دیگه حدی داره واقعیت های میدانی با آمال و آرزوهای ما بسیار فاصله داره بنده آرزو دارم الان ایران یکی از قوی ترین قدرت های نظامی باشه این آرزو رو دارم ولی واقعیت میدانی بعد از این به خصوص حمله موشکی که شما کردید با آمال و آرزوهای من بسیار فاصله داره من میخوام یک قدرت نظامی با اصالت داشته باشم نه یک قدرت نظامی فتوشاپ و منتاج و رجسخونی و ضد اطلاعات و پروپاگاندا برای همین به در درستی ملت ایران پشت فلسطین قرار نگید این اینو بذاریم که نه این صحبت هم تمام کنیم